به نام خداوند مهربان، هموطنان عزیز سلام بر شما. امیدوارم صحت مند باشین. خیلی خوش آمدین برنامه درمانگر بیزنس هستین و امیدوار هستم که صحت مند باشین و تا آخر برنامه همراه ما باشین. در بخش اول برنامه در رابطه با شبکوری و همچنان حال آلودگی هوا بخش را آماده کردیم که خدمت شما تقدیم میکنیم و دکتر صاحب و توصیه دکتر صاحب در این رابطه چی هست با هم ببینیم. شبکوری یک اختلال بینایی می باشد، به طوری که دید در تاریکی یا شب به صورت غیر عادی مختل می شود. تنها دید ضعیف در شب مشکل افراد مبتلا به شبکوری نیست، بلکه هنگامی که از یک محیط روشن به یک محیط کم نورتر می روند، برای تطابق دید نیاز به زمان طولانی تری نسبت به افراد معمول دارند. این مسئله به دلیل کمبود رنگدانه ارغوانی یا رودوپسین، سلول های استوانه حساس به نور شبکه واقع در پشت چشم رخ می دهد. به طور معمول شبکوری بیشتر به علت یک بیماری چشمی به نام التهاب رنگدانه شبکه چشم که یک بیماری ارثی می باشد اتفاق می افتد. علاوه بر این، رنگدانه ارغوانی چشم ممکن است به دلیل کاهش میزان ویتامین A در برنامه غذایی فرد کاهش یابد. قرار گرفتن در معرض نور شدید نیز ممکن است موجب تخلیه ناگهانی ذخیره رنگدانه ارغوانی شود. شبکوری ممکن است در اثر بیماری های چشمی نیز به وجود آید. در این بیماری چشم ها بیش از اندازه به نور حساس می شوند. علاوه بر این، تولید اشک به طور قابل ملاحظه کاهش می‌یابد و موجب می‌شود که چشم‌ها رطوبت و لغزندگی طبیعی خود را از دست بدهند. این امر منجر به ایجاد زخم و عفونت در چشم‌ها می‌شود. درمان شبکوری. شبکوری ناشی از کمبود ویتامین A می‌تواند با وسیله درمان ویتامین A بهبود یابد. در مقابل، برخی از آسیب‌های شبکه چشم مثل التهاب رنگدانه شبکه‌ای معمولاً برگشت ناپذیر است. ویتامین A موجب حفظ و نگهداری پوست و غشای مخاطی می‌شود. در رشد و نمو نیز مؤثر است. برای داشتن استخوان‌های محکم، پوست، مو و دندان‌های سالم به ویتامین A نیاز است. این ویتامین موجب مقاومت بدن در برابر عفونیت‌های تنفسی و کوتاهی دوره بیماری می‌شود. ویتامین A برای درمان شبکوری و خیلی از اختلالات چشمی سودمند می‌باشد. یگانه علت شبکوری را می‌توان کمبود ویتامین A خواند. دکتر میرویس سالی هستم، استاد پوهنتون تیبی کابل و متخصص امراض چشم. موضوع امروزی ما سر کش میکنیم موضوع تامدهی که جالب باشه و آن فهم باشه و سر صحبت میکنیم، چون موضوع در مورد چشم است. چشم یعنی عضو بینایی، عضوی که توسط از او ما از زمانی که تولد میشیم ما آهسته آهسته با محیط خود آشنا میشیم، میاموزیم و و ای آموختن و دیدن اشیا در محیط زمینه را برای انکشاف دماغ میسر میسازه. پس به صورت عموم چشم خودش عضو بینایی است که رول عمده را در بوجود آمدن دید ساختمانهای مختلفی که در چشم وجود دارد. چی؟ ساختمانهایی که مال حرفه میگیم یا ارتباطیه، یا مثل ابرو و پلک و غلقه در عشق افراز میکنن، یا ساختمان استخوانی چشم و عضلات خارجی گفایی، و چی خود کره چشم، و چی ساختمانه که سیستم عصبی چشم است. سایل بینایی رو میگیرن و به دماغ انتقال میدن. تمام از این ساختمان ها هر یک برای وجود آمدن رویت خوب و به صورت عموم برای رویت دو چشم رو هم داره بازی میکنن. به صورت عموم ای که نزد یخشت چرا شبکوری پیدا میشن، اصلا توانه دید در شب یا در بعد از دیگر تناقص دید نزد شخص پیدا میشه در دلیل عمده از این اجرات که وظیفه اساسی رویت از طرف شبدانه که به نام اجرات راد مریاد میکنه بود، در ساختمان به نام شبکی چشم یا رتینا در اون موقع دارن، و اینا از طرف روز مواد لازمه خود فوتوپیگمنت که هست که رودوپسین یادش میکنیم و از رودوپسین ویتامین ساخته میشه و در اینا ذخیره میشه و از طرف شب باید فعالیت بکنن. وقتی که تعداد از این اجرات چی با صورت طبیعی ما کم باشه، در سر عوامل مختلفی دیگه اگر تعداد از اینا کمتر میشه، زمینه را به تناقص توانایی دید در روشنایی کم یا از طرف شب بخصوص مساعد ساخته میدانه.
دلایل بسیار زیاد متعدد میتونه زمینه ساز برای تناقص دید برای فقدان ویتامین ای باشه. این اکثر فکر میکنن تنها اگر ما ویتامین ای را بگیریم کم بگیریم دلش شبکوری است که میتونه فقدان ویتامین ای سبب ازی باشه که در غذا کمتر میگیریم، چون اکثرت عمتان عزیز ما یا در اکثرت نقاط دنیا غذای متوازن نمیگیرن، غذایی است که یک نواخت است، پس ممکن است تناقص ویتامین ای در او موجود باشه یا اینکه ویتامین ای وقتی که به مقدار کافی هم گرفته میشه درست جذب نمیشه. از اما مثلا یک شخص سالاد داره یا پرابلم های دیگه میدیمایی داره، از این خاطر جذبش کمتر است، یا اینکه اگر به مقدار کافی هم جذب بشه در عضویات به امتصاص نمیرسه. به این دلیل تناقص ویتامین ای از شخص وجود نمیاد و زمینه رو برای شبکوری از شخص مساعد ساخته میدانه. برای از این فقدان زنک که زیادتر مثلا در جلغوزه بگیم در گوشت گوساله بگیم زیادترش موجود است، این همکار بسیار نزدیک با ویتامین ای است. یعنی اگر زنک هم مقدار کمتر اگر ما بگیریم زمینه را برای این مساعد میسازه که با وجود که ویتامین ای به اندازه کافی فرام گرفته شده باشه بازم تناقص دید از طرف شب یا شبکوری از شخص تولید شده میتونه. خارج از این انداختر بعضی از ادویه‌جات مثلا پیروکارپین است، به خاطر از اینکه یک شخص فشار چشمش بلند است یا آب بسیار داره، مردم عام آب بسیار میگنش یا ما گلوکوم میگیمش، در صورت که اگر قطره پیلیکاربین دامدان از شخص استفاده میشه خودش میتونه زمینه را برای تناقص دید از طرف شب مساعد بسازه. مرض دیگه به نام ریتینایتیس پیگمنتوزا است که یک مرض ارثی است، اکثرا نزد اطفال بعد از سن 6-7 سالگی اکثرا زیادتر بارز میشه و تا سن جوانی ممکن است کاملا دید مریض از بین بره یا ممکن است نزد اشخاص تا سن 40-50 سالگی دید متناقض بشه و یا کاملا دیدش از بین بره. که در اینجا این مرض اجرات را که ما نام اجرات راد ما قبلا ذکر کردیم که وظیفه اساسی رویت از طرف شب دارن، این اجرات را تخریب میکنن و با تخریبش اجرات که وظیفهش از بخاطر دید از طرف روز اینا را ما احساس تخریب میکنن که این مرض که نامش گفتیم ریتینایتیس پیگمنتوزا هست. ای با وجود که اگر فقدان ویتامین ای وجود داشته باشه نداشته باشه یا ای که غذای متوازن بگیره یا نگیره شخص، این مرض احساس خودش پیشرفت میکنه و حتی تداوی مناسب هم نداره. اما میتونه دلیل متعددی که مثلا یک شخص دفعتاً خب کشور ما کشوری است که ساحلی گپا نداره، اما بازم کتاب ها ذکر میکنه اگر یک شخص در آفتاب بسیار زیاد شدید باشه و لب ساحل قرار گرفته باشه عینک های آفتابی استفاده نمیکنن، اینها میتونه حتی برای 2-3 روز از طرف شب نزدشان تناقص دید ممکن است با وجود بیاره که دلیلش هم همی شوهای شدیدی که در لب ساحلی گپا میباشه میتونه زمینه ساز برش باشه. به می ترتیب خود آب مروارید که با نام پرده چشم مردم ما یادش میکنن یا کترکت ما رو یاد میکنیم، کثافتی که در عدسیه پیدا میشه خصوصا اگر کثافت در قسمت های محیطی عدسیه باشه نه در قسمت مرکزش، اگر در مرکز باشه دید از طرف روز متناقص میشه، ولی اگر در محیط می باشه چون از طرف شب عدقای ما در تاریکی یا در روشنی کمتر بزرگتر میشه بخاطر کمترین نوری که از شی انعکاس میکنه باید از او استفاده بکنیم و دید خوبتر داشته باشیم. برخلاف اگر کثافت در قسمت‌های محیطی عدسیه ما پیدا میشه نور از قسمت‌های مرکزی عدسیه عبور میکنه و قسمت‌های محیطیش به اندازه کافی عبور کرده میشه، از این خاطر تناقص دید از طرف شب یا شکوین از شخص تولید شده میدان. به این ترتیب دیابت که مرض یا شکر مرضی است که میتونه زمینه را به تناقص دید از طرف شب مساعد بسازه که تمام از یا در جمله شبکوری یا نایت بلایندنس آمده میتونه تحت عنوان از یا آمده میتونه، تنها فقدان ویتامین نمیتونه زمینه ساز یگانه عامل برای تناقص دید از طرف شب باشه. عامل متعدده که من قبلا ذکر کردم میتونه زمینه رو به تناقص دید از طرف شب مساعد بسازه که هر کدامش نظر و حالتش میتونه تشخیص شوه تداوی شوه، ولی رول هم داره چی بازی میکنه. اگر طفل تناقص دید داره یعنی از طرف شب چی رقم یک شخص نمیبینه از طرف شب، مثلا چرا خوب کاملا روشن است، اما وقتی شخص عبور میکنه دموری خود گلاس اگر وجود داره یا شای دیگه اگر وجود داره یا شخص دیگه که وجود داره ممکن است با پای خود رو بزنه، چرا اجراتی که از طرف شب وظیفش رویت است یعنی اجرات راده که ما گفتیم اینا وظیفه دقیق انجام نمیدن با وجود که چراغ کاملا روشن است اما شخص نمیبینه. این به این معنی که یعنی در تاریکی شخص نبینه او رو شبکوری گفته نمیتونیم، در تاریکی کمتر باشه تمام اشخاص که نرمال است شاید کمتر دید بکنن، اگر تاریکی کاملا شدید باشه میگن تاریکی ظلمت مکمل اگر وجود داشته باشه پس این شخص ممکنه دوچی چیز نمیره باختر که از اشیا و موادی که در مساحت موجود است ممکن است کمترین نور را گرفته باشن، نه کمترین نور گرفته باشن شاید شاید قابل دید باشه کمتر، ولی اگر هیچ نور نگرفته باشن یا منبع نوری در وجود نداشته باشه یعنی نور
اجناسی که در سایه موجود است از خود منعکس نسازند، پس ما هیچ چیزی را دیده نمیتانیم. این شب کوری نیست. برخلاف اگر مثلا آب هوا ابرآلود میشه یا از طرف دیگر که آفتاب میشینه، پس هوا کمک تاریک میشه. وظیفه حجراتی که باید از دیگر این مرحله باید کار بکنن، یا در شام یا در خفتن باید کار بکنن، یا از طرف شب باید کار بکنن، این حجرات وقتی وظیفه اجرا نمیکنن، پس باید چراغ روشن باشه. ممکن است شخص تناقض دید داشته باشه که به نام شبکوری و در این متعدد که من ذکر کردم میتونه تحت عنوان ازی ذکر شود. یه بسیار مهم این که شبکوری در سین سال مختلف هم میتونه باوجود ده، بخصوص نزد اطفال و اشخاصی که غذا یک نواخت زیادتر میگیرن، بخاطر که ممکن از زمک به مقدار کافی نگیرن یا ویتامین به مقدار کافی نگیرن یا سایر متویت لازمه دیگه که برای تشکل همی مواد لازمی که بوده بگمتا یک ما گفتیم لازم است، این اگر مقدار کافی نمیگیرن و این حجرات به اندازه کافی و وظیفه اجرا کرده نمیتانن، این حال اینا لازم است که ویتامین به اندازه کافی بگیره. مثلا 5000 یونت در شخص باید روزانه ویتامین حتما باید بگیره. خوشبختانه کشور ما کشور اسلامی است، مفهوم تعداد بسیار کمی از افراد جامعه به خانات با اصطلاح رو آوردن یا استفاده میکنن، بخصوص اگر از سیگریت بگیم، کسایی که دوامدار سیگار استفاده میکنن یعنی که کربن کش میکنن، مقدار کافی اکسیژنی که برای فعالیت قسمت های مختلفی وضعیت ما لازم است، بخصوص دماغ، بخصوص چشم و توسط اویایی که لازم است به انتقال شد و مو قسمت های مختلفی وضعیت ما شما، چون مقدار کافی اکسیژن انتقال نمیکنه، پس در تنها در چشم ساختمانی که وظیفش انتقال سایل بینایی است، یعنی انرژی نوری به انرژی برخی انتقال میکنه، یعنی قسمت مکروه چشم ما یا مردم عوام میگن مرکز دید ما، در مرکز دید اصلی ما در دماغ قرار داره. این قسمت زمینه برای تغییر ساختمانش مساعد میشه که ما دیجیتالیزیشن میکنیم، تغییر از حالت نرمال به حالت مرضی به یه عدد اینجا تغییرات با وجود میاد که برگشت ناپذیر است. تغییرات که دیگه با وجود میاد از سبب کشیده نمی سیگرت یا از سبب گرفتن مثلا الکل، خصوصا اگر میتایل الکل اشخاص استفاده میکنن، زمینه برای متقب ساختن اویای بسیار کوچک در شبکه چشم وجود داره، مرحله اول برای مساعد میسازن مقدار کافی اکسیژن در اینجا به ساختمانهایی که باید فعالیت بکنن و مواد غذایی لازمه را بگیرن، مواد فوتوپیگمنت اصلی را باید بسازن و این را ذخیره بکنن، این وظایف صورت نمیگیره. بالاخره این مرحله کمک پیشرفته تر میشه، بسیار سریع عصبه که وظیفه اصلی از او سایل انتقال بینایی است، انتقال سایل بینایی است بر دماغ ما، او عصب یعنی عصب چشم او تخریب میشه، اتروفی میکنه، از بین میره. به این ترتیب وقتی کی از بین رفت، مکمل تناقص دید در شب مونده با وجود میاد و سبب نابینی مطرح نزد شده میتونه. یا این که اشخاص مورفین و چرچ گپار استفاده میکنن اکثرا، این خودش زمینه را برای که بی تخریبات با وجود میاره که قسمت مرکز دیده زمینه را برای دیجیتالیزیشنش مساعد میسازه، زمینه را برای خود ساختن خود مردمه که چشم مساعد میسازه نزد شخص. وقتی مردمه تناقص پیدا کرد، ممکن است یک کشخاص قبلا عینک منفی داشتن دیدش کمک بهتر شه، اما از طرف شب تناقص دید نزد شخص به وجود آمده میتونه، چرا اکثریت کسایی که مایلی به دخانیات استفاده میکنن زیادتر از طرف دیگر شام استفاده میکنن، که خود عزی در محیط چور مقرر داره میده در اشخاص مراجعه میکنن که میگه وقتی من اینی عمل انجام میدم دیدم متناقص میشه، پس لطفا چیزی که در دید ما وجود نداره استفاده نکنن، نه باعث اذیت خود شه، نه باعث اذیت یک داد کسای دیگه، و نه باعث از این شه که یک داد نوجوانان و جوانای ما که با دخانیات مواجه نیستن اینا به دخانیات رو بیارن، و خصوص پرابلم عمده جدی دیگه که استفاده از هیروئین است، اشکال مختلفی هیروئین ها در تعداد اشخاص استفاده میکنن. خوشبختانه گزارش صحت عامه در این راستا همکاری بسیار زیاد کرده در روزهای اخیر که از عوامل متعدد بخصوص از زردی های سیاه و سفید که مردم میگن، یا پرابلم عمده دیگه که مرض هیتس است که از یک شخص به شخص دیگه در اثر استفاده سرنج انتقال میکنه در اثر خونی که نامساعد است، اما ملوث با میانتان است پذیرگی شده میتونه. خارج از او محیطی که در شهر کابل وجود داره یا در شهرهای دیگه ما، چون گازاد مخدر زیاد است یا تیلایی که غیر استاندارد استفاده میشه یا ای که بخاری هایی که بدبختانه در او زیادتر از مواد استفاده میکنن که دود زیاد تولید میکنه، چی پلاستیک ها چی بوده چی چیزهای دیگه هست، یا ای که حتی سنگ زغال را که استفاده میکنه در زیاد جایی بسیار دود غلیظ تولید میکنه، یا حالت دیگر ما شنیدیم و دیدیم که مبنی سختر حال فعلا در بخاری های دیزلی سابقه که استفاده میشه دو استفاده میکنن، به مقدار کم دیزلی را مخلوط میکنه استفاده میکنن که خودش هوا را آلوده میشه، وقتی که هوا آلوده شد زمینه را برای از این مسائل مثل مقدار کافی اکسیژن در محیط وجود نداره، پس وضعیت ما با اون مقدار اکسیژنی که ضرورت داره از او استفاده کردن نمیتونه. خارج از او
همه مواد مخارج به تماس قسمت‌های مختلفی بیرونی چشم اینه به تماس ابرو و پلک کنار آزاد پلک ما به تماس قسمت سفیدی چشم یا منظمه چشم و قسمتی که شیشه چشم یا قرنیه مورد یاد میکنه به تماس از این زمینه به تخریشات یا اساسات‌های دامدار مسای ساخته میدونن وقتی اساسات دامدار به وجود آمد غدوات که وظیفه‌شان افراز مخاط و شم و قسمت مایی هشک ما است اگر تغییرات دایی با وجود میاره هر تغییری که در هر قسمت میسه ترکیب هشک ما با وجود میاد زمینه رو به این مساعد میسازه که سیستم دفاعی که خود هشک داره این تخریب میشه سیستمی که باید هشک مرتوب بسازه تازه و راحت بسازه چشم ما رایی از قسمت تخریبش از بین میره پس میتونن تانات اضافگی که در محیط و در مجاورت بلکه یک پای موجود داره در چشم نفوذ بکنه مداخله بکنه زمینه رو به تخریشات دامدار زمینه رو برای سیستم زخمای چشم ما تا زمینه رو به نبینهی مطلق نزشخ مصاحب بسازه مثلا انتانات به نام سود مناز داریم اگر در چشم مداخله میکنه در اثر چی مداخله میکنه زیادتر کسایی که لنز تماسی میپوشن کسایی که ممکن است زیادتر به تخریشات مواجه هستند و سربخواد اعتداد یا پرابلم هایی در چی وجود دارد تدایی مناسب نشان صورت نمیگیره اگر یه انتان مداخله بکنن ممکن است در ظرف 24 الی 48 ساعت حتی سبب از بین رفتن مکمل چشم از سر شخص فرد ما اول خواهشم از این است که لطفا از دخانیات جوانان و جوانان خود دور نگه بدارن تأثیر بکنن که این کشور محتاج همین جوانای ما است آینده ساز ما می هستند وقتی اینا با دخانیات رو بیارن پس پرابلم بسیار جدی در کشور در آینده تولید خواهد شد یکی اکثر جوان ها چرا از کشور میرن باختر از یکی خود کار وجود نداره کار چرا وجود نداره باختر که همین دخانیات پرابلم ها و گفای دیگه که در کشور با وجود آمده هر فامیلی که فامیلی های محترمی که وجود داره فامیلی که نمیخواین اولادشان پرابلم برای آینده کشور باشه مجبور بشن که اولاد خارج از کشور هایی بکنه در یقت نیروی از کشور خارج از کشور رفت وقتی که اینا خارج از کشور رفتن ما پرابلم های جدی که مثلا آب هوا نامساعد است این نامساعد خود ما ساختیم خود ما زمینه ساز به می هستیم اگر بخوای درست استفاده بکنیم اگر جایی که بلند منزل آباد کردیم ولی سایه سبزش در نظر نگرفتیم یا جایی که جوی بند است دمروی خانه خود کس پاک نمی کنن یا اگر طفلش در بیرون از کوچه میره یا از مکتب میره کوشش میکنیم که طفل در قسم به اصطلاح نگوییم میشه که بروی تباشوی در که اکثریت میگن بخاطر که هر لحظه که ما بیرون بریم از دشتا میایم یا با تماس مواد مختلفی در محیط میشیم لطفا طفلکان از خود بیاموزین که با آب و صابون بسیار سریع دستوری خود بشوره به ترتیب از پرابلم های جدی که بچه تولید میشن ما میتونیم بسیار ساده جلوگیری کنیم و یکی آینک محافظوی لطفا آینک محافظوی بپوشین چی مفیده یک مفیدیت داره اول شما یافتاب که چشم شما را زرد میسازه سفیدتان جلوگیری شد یه قسمت های کجا چشم که چوبلکی با وجود میاد در اثر دیدن طرف روشنی آیست 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 چوبلکی تولید میشه از سبب آینک بپوشین پرابلم رفع میشه عدسی چشم ما کاتاراک پیدا میکنه یا پرده چشم پیدا میکنه اگه با پیش آینک محافظوی نرمال صحیح دقیق توجه توسط دکتر از او جلوگیری کردیم از پرابلم هایی که توسط شعاع آفتاب در داخل چشم ما مرکز دید تخریب میکنه توسط پوشیدن یا آینک محافظوی جلوگیری کردیم اگر این آینک ها رو بپوشیم یا گلکاری میکنیم شخص گلکار یا کسی که نجوری میکنه اگه آینک عادی بپوشه یا کسی که فلزکاری میکنه اگه آینک محافظوی بپوشه از داخل شدن نشان میده که چشم جلوگیری میکنه و این ترتیب از تخریب چشم ما جلوگیری کردیم پرابلم های اوندک در چند در اصل یه عمر تولید میشه ما میتونیم با پوشیدن یک آینک محافظوی یا با ششتن دستوری ما جلوگیری کردن برنامه درمانگار بیندش هستین هموطنان عزیز بخش دوم برنامه در رابطه با فواید نارنج هست که فصل زمستان هست و فصل نارنج هست یک نارنج در کدام بیماری ها فواید زیاد داره و چی کسا باید نوش جان نکنن بیاییم با هم ببینیم خواص نارنج. نارنج هضم غذا را آسان می کند. خوردن نارنج با شکر در رفع پیوست مؤثر است. برای درمان گلودردی و فشار خون بایست نصف گلاس آب نارنج را با یک قاشق عسل مخلوط کرده و بعد از غذا میل نمایید. اثر ضد عفونی کننده و میکروب کشی دارد. پخته میوه نارنج که پوست و هسته هم داشته باشد برای چرب، خارش، جوش‌های پوستی و نرم کردن پوست و موی سر مفید است. شکوفه نارنج. شکوفه نارنج درمان بیخوابی های عصبی است ولی زیاده روی در خوردن و بویدن آن بیخوابی را ایجاد می نماید.
برای دفع سنگ کلیه و مثانه آب شکوفه نارنج را با ساقه کرفس مخلوط کرده و میل کنید. شکوفه نارنج ضد تشنج بوده و استراب را بهبود می دهد. آب شکوفه نارنج اعصاب را تقویت می کند و درمان بیخوابی است. برای رفع قلنج و تقویت اشتها مفید است. آرق و سوزش هاضمه را تسکین می دهد. بویدن شکوفه نارنج برای بهبود و سرماخوردگی مؤثر است. مربای شکوفه نارنج تقویت کننده معده است. آب شکوفه نارنج برای زدودن غم و افسردگی مفید است. پوست نارنج. پوست نارنج نشاط آور و تقویت کننده قلب و معده می باشد. اگر 10 گرم پوست نارنج خشک کرده را بکوبید و با آب بخورید، از استفراغ جلوگیری کرده و انگل های معده و روده را از بین میبرد. آب نارنج را با سرکه مخلوط کرده روی شقیقه بمالید، از سردردی جلوگیری می نماید. برگ نارنج. برگ نارنج آرام بخش ضد تشنج و هضم کننده غذا است. بیخوابی و میرگی را معالجه می کند. دم کرده برگ نارنج تشنج را از بین میبرد. سپاس هموطنان عزیز، برنامه درمانگاه امشب همین قدر بود که خدمت شما تقدیم شد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.